به صورت نمونوی نام میگیرم که مثلا جناب دادلای حساس واقعا که در تاجیکستان یا هم یکی از فرهنگ های بسیار خوب نازنین ما هستند، اینا هم تماسی داشتیم که لطف کردن، گفتن ما با محدود توان خود با وجودی که ما کار نمیکنم ماهانه مثلا ما 20 دلار میتونم، این 20 دلار از به اندازه 200 هزار دلار برای ما ارزش داره، چون خودشون آدمی فرهنگی هستند، حالت که مریض هم هستند. و همچنین استاد فیض الله خان که اینا هم امروی ما در افغانستان یک جای همکار بودیم، اونا هم لطف کردن. و فرید نظر یکی از دوستا که اونا گفتن ما چون مشکلاتی دارم و از جمله کسایی بودن که ما را تشویق کردن که تو این برنامه را بگی، اونا هم گفتن ما یک کمک ناچیزی میکنم. و یک قیام جان دانش که یکی از دوستای نازنین که واقعا هم رقمی که دانش میگن دانشمند هستن، اونا متقبل شدن که من ماهانه هم $30 به شما میدم. اما تا هنوز ما پیسا را به دست نآوردیم و امیدوارم که اگر می کمک ها و کسایی که میشنوند صدای مرا این برنامه را کمک بکنن، این برنامه ادامه خواهد یافت. و ما شخصا خودم آرزو دارم که همون مکتبی که در تاجیکستان داشتم، البته نه با پیمانه که واقعا یک مکتبی نمونه بود و رسما در چوکات وزارت معارف تاجیکستان ثبت بود و فارغایی داد که امروز خوشبختانه اونا در افغانستان رفتن، در دانشگاه ها پذیرفته شدن. اگر به این مکتب ها نمی آمدن، البته دیگه مکتب های هم بعد از مکتب ما اونا فعالیت کردن که اونا هم واقعا قابل تحسین هستن. اگر این مکاتب نمی بود، اینا وقتی که به افغانستان رفتن، چون خط روسی در مکتب های تاجیکستان بود، اینا به درد افغانستان نمی خوردن. در حقیقت این 12-11 صنفی که در تاجیکستان خوانده بودن یا روسی خوانده بودن به دردشان نمی خورد. که واقعا این ثمره را ما بعد از اینکه او فعالیت ها به اصطلاح قطع شد و هموطن ها بعد از 11 سپتامبر رفتن به وطن یا به اروپا اینجا، او را عملا دیدم و ما افتخار میکنم به اونمو که همون خدمت در مو حد داشتم. و بازم توضیح میتونم که ما افتخار ما دایی بوده که ما فقط یک سازماندی بودیم، ادعای کدام گپی ندارم. و حال هم هدف ما می هست که بتونم استادای بزرگ و کسایی که سرتاج فرهنگ و ادبیات و دانش کشور ما هستند با اونا تماس برقرار بکنم و اونا رو به برنامه دعوت بکنم و از طریق تلفن یا هر وسیله که امکان داشته باشه که مرا دیرو دوستا میتونن کمک بکنن. ما یک بخشی را تلفن‌هایش را ندارم، یک بخشی و دیگه توقعی که از دوستا دارم این هست که دوستا این برنامه را بگویند به دیگه دوستا که اونا ببینن و شنونده زیادتر داشتن. چرا ما یک اشتباهی کردم، تصور ما این بود که با یک دو برنامه واقعا دوستارای این برنامه و علاقمندایی که به هویت و فرهنگ کشور ما و با حرفایی که باید گفته شوه و ناگفته های تاریخ است و حرفایی که باعث وحدت ملی کشور ما و باعث زدودن جنگ و نفاق و بدبختی هست کمک میکنه، این برنامه را مردم خود زود ببینن و این را به اصطلاح سپورت بکنن و همکاری بکنن. که ما اشتباه کرده بودم با یک برنامه یک ساعت در چندین تلویزیونی که هست، بسیاری کسا حتی امو اعضای انجمن خبر ندارن، با بعضیش که تماس گرفته شده هیچ خبری ندارن. و ما از کسایی که میبینن برنامه را و صدای ما را میشنوند، ما از اونا صمیمانه تقاضا میکنم که دوستا رو دعوت بکنن به دیدن برنامه و اهداف و آرمان هایی که ما مطرح کردیم در برنامه اول و دوم و چند برنامه قبلی که امکان تکرارش نیست، و دوستا از طریق یوتیوب برون مرا پیشتر اشاره کردن، باز تکرار میکنم که از طریق ایمیل ما، از طریق در یوتیوب وقتی برن امو زیوهافیزی ZIAHAFIZI که وقتی کلک کنن برنامه ها میه. و ما در بخش قبلی که اشاره کردیم در داستان رستم و سهراب که در برنامه قبلی نقص ایجاد کرده بود، ما از اتاق فرمان خواهش میکنم که یک کلیپی که یک دختر تاجیک بخشی از داستان رستم و سهراب دکلمه کرده او را بگذارن و بعد اگر
چون تلفن ها زیاد فعال است شاید بعد از یک تبصره مختصر دیگه بریم به پاسخ تلفن های شما. دوران زمین که سهراب کشته شد بر دشتی کین خبر زوب شاهی خبر زوب شاهی سمنگان رسی همه جامعه برخشتن بردری با مادر خبر شد که سهرا بیگور با تیغی پدر خسته گشت بیمور بیزر جنگ و بیدری درخشان شد آن لالی زیبا تنش براورد بانکو ویریم و خروش براورد بانکو ویریم و خروش زمانه تا زمان همی رفت زیهو مران زلفی مران زلفی چون تا بنده کمان به انگوشت بو پیچید و از بوم بیکن روان گشت از او روان گشت از او جوی خون زمانه تا زمان همی رفت بمون همه خاکی تیره بسر برفیکن بدندان زیبازوی خود گوشت بیکن بسر برفیکن بسر برفیکن آتشو برفرو همه موی مشکین بر آتش بیسو همه گو که جانی مادر کنون کجایی فرشته بخاک و بخون دو چشمم بره بود گفتم مگر زی سهرا برستم بیابم خبر دو چشمم بره بود گفتم مگر زی سهرا برستم بیابم خبر گمانم چونین بود گفتم کنون بیگشتی بگردی جهان اندرون پدر را همه جستی و یافتی پدر را همه جستی و یافتی کنون با آمدن تیز بیشتافتی بروز و بشب مویه کرد و گریست بروز و بشب مویه کرد و گریست پس از مرگی سهرا سال بیزیست سرانجام هم در غمی او
زبانش بشود سوی سهراب گور چنین گفت چنین گفت بهرام نیکو سخن چنین گفت با مردگان آشنایی نکن. عزیز بیننده های محترم، تشکر از اینکه حوصله کردین و این برنامه را تا این لحظه تماشا میکنین. امیدوارم کلیپی که شما دیدین مورد توجهتون قرار بگیره و ما یک کلیپ از تاجیکستان ماندم و یک کلیپ از ایران ماندم که در دو کشور همزبان ما و شما چطور فیلم های از داستان های مختلف شما ساخته شده و هفته قبلی که با تاسف فیلمی که از چی ساخته شده بود از رستم و سهراب بنا به اشتباهی از نشر بازمان با پیشتر که اشاره کردم که او در آغاز آمد که را قطع کردیم دیگه این هدف ما فقط معرفی شاهنامه در سطح جهان است و همین رقم که بیشتر اشاره کردم که حتی در خود امریکا و در اروپا در جای دیگه این شاهنامه را به زبانهای مختلف ترجمه شده که ما در برنامه های آینده باز این را به معرفی میگیریم و فقط باز یک بار دیگه اشاره میکنم به کسایی که برنامه قبلی را ندیدن که ابوالقاسم فردوسی که در قریه باج توس به جهان آمده بود و به قول بعضی از مورخین بخصوص نظامی که در 411 یا 416 از جهان چشم پوشیدن و چشم پوشیدن از جهان متاسفانه زمانی بود که همون صلح و بخششی را که سلطان محمود غزنوی وعده کرده بود او را وقتی روان میکنه که از یک دروازه از دروازه رزان جنازه فردوسی کبیره میکشن و از دروازه دیگه هم خلعتایی را که سلطان محمود روان کرده بود او را داخل میشه در شهر که دختر بزرگواری از این هم سله را قبول نمیکنه و به مردم توضیح میکنه ایره. که البته حدود 60,000 دینار بوده در اون وقت پیسه بسیار زیاده هم بوده و علتی که چرا شاهنامه فردوسی را محمود غزنوی ناراحت می سازه و او را مجبور می سازه که بره به شهر توس و به حالتی که خودش در گذشته یک زندگی درست داشته از دهقانای متوسط بود و او در آخر عمر به غریبی و ذلت و بیچارگی دچار شد ولی با آن هم در طول 30 سال ای شاهنامه بی‌زوال که امروز یکی از افتخارات جهان است ای نوشت و چرا ای که دوستا شاید سوال بکنن که چرا مثلا فردوسی در اول ای گفت نداد وقتی که فردوسی شاهنامه را پیشکش میکره به محمود محمود غزنوی میگه که مثل رستم تو ما صدها چی دارم پهلوان و به اصطلاح قماندان های جنگی دارم و او به اصطلاح باز امول ازا فردوسی بزرگ با جسارتی که داره واقعا با شهامتی که داره و او جواب میده او دلیلی که مثلا بعدها محمود غزنوی که با این شکل فردوسی میرانه از دربار خود بعد از بازگشت محمود غزنوی از هند یکی از به اصطلاح مخالفین از این رای محمود میگیره و باعث میشه صد میشه که محمود نتونه به شهر غزنین بیه و محمود غزنوی به او پیام میفرسته که به اصطلاح را را باز کن و مزاحم نشده غیر از اون ما با تو آماده جنگ هستم و او در جواب بیت شاهنامه را میگه که اگر جز به کام من آید جواب منو گرز و میدان افراسیاب این از شاهنامه یک چیره میگن و محمود غزنوی تکان میخوره میگه